نخستین نمایشگاه مکاترونیک به کوشش دانشجویان دانشکده انجینری هرات برگزار شد. در این نمایشگاه بیشتر ابزار روباتیک به نمایش گذاشته شده است. آنگونه که برگزار کنندگان آن میگویند، کارهای به نمایش گذاشته شده میتواند کارا برای شهرک صنعتی و رشد فناوری باشد. همکارم آصف جاهد گزارشی دارد که با هم میبینیم. از چند سال به این سو که بخش مکاترونیک در چوکات دانشکده انجینری پوهنتون هرات آغاز به کار کرده، این نخستین نمایشگاهی است که از سوی آنان برگزار می شود. بیشتر دانشجویانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، کارشان به نام پایان‌نامه به نمایش درآمده است. کارهایی هم که این دانشجویان انجام دادند در بخش روباتیک و سیستم‌های حسگر است. در گوشه و کنار این نمایشگاه می توان به ابزار نوی برخورد. برای نمونه این ربات که با برخورد به هر سدی راه خود را تغییر می‌دهد. ولی برگزار کنندگان این نمایشگاه که دیپارتمنت مکاترونیک دانشکده انجینری است، دلیل برگزاری نمایشگاه را انرژی فراوان و شهرک صنعتی این واقعیت می‌دانند. کارهایی که اینا انجام دادن کارهای موثری داره. علتی که این دیپارتمنت یا این رشته تأسیس شده به خاطر موجودیت شهرک صنعتی در هرات، انرژی زیادی که در هرات است، مخصوصا انرژی باد و انرژی آفتابی، به این خاطر این مؤسسین زمانی که فارغ شدن و این کارهایی که انجام دادن در این بخش است. با دیدی گذرا به این نمایشگاه متوجه می شود که کوشش دانشجویان این بوده تا کاری را انجام دهند که به درد کشور بخورد و بتوان با کمترین هزینه و انرژی کار بزرگ کرد. ولی اینکه تا چه اندازه دولت می تواند از اندیشه این دانشجویان در رشد صنعت و فناوری کار گیرد، از اید آقای ناصری که تاکنون کسی از دولتی ها برای درخواست کار به این بخش نیامدند. هرچند او می گوید که از دفترهای غیر دولتی گهگاهی برای انجام کاری با آنان سر می زند. دانشجویانی که از دیپارتمنت مکاترونیک فارغ التحصیل می شوند می توانند در بخش های انرژی و آب، شهرک های صنعتی و ساختمان سازی کار کنند.